نیویارک تایمز در گزارش می نویسد که جنرال دیوید رودریکس معاون مکرسال فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان هشدار می دهد که نظامیان امریکایی به خاطر فرستادن سی هزار سرباز بیشتر به افغانستان به اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی اوباما با چالش های جدی روبرو خواهند بود این فرمانده ارشد با اشاره به وضعیت بد آب و هوا و ناامنی ها می گوید که فرستادن این سربازان به افغانستان 9 تا 11 ماه را در بر خواهد گرفت خطرات جدی در اینجا وجود دارد اما ما تلاش داریم که این سربازان را هر چیزی تر که امکان داشته باشد در افغانستان داشته باشیم بر بنیاد گزارش نیویورک تایمز مایک مولن که همکنون در افغانستان به سر میبرد با تاکید به همکاری های امریکا با دولت افغانستان میگوید بخش های از افغانستان که زیر تسلط طالبان قرار دارند در آنجاها باید دولت افغانستان دوباره تسلط پیدا کند ما باید از مردم افغانستان حمایت کنیم و پشتیبانی دوامدار آنها را در اولویت قرار دهیم تا آنها احساس مسئولیت کنند. گفتنی است که باراک اوباما دو هفته پیش اعلام کرد که سی هزار سرباز بیشتر را برای مبارزه با حراس افغانی در مدت 6 ماه آینده به افغانستان میفرستد اما پس از ماه این سربازان به گونه تدریجی از افغانستان خارج خواهند شد